امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز میخواستم خیارشور درست کنم، گفتم فیلمش رو بگیرم برای شما هم بذارم، شاید به کارتون بیاد. امروز من میخوام دو مدل خیارشور درست کنم، یه مدل روش عادی که همیشه درست میکنیم، یه مدلم خیارشور فوری. با ما همراه باشین تا مراحلش رو انجام بدیم. شروع کار، من اول 3 لیوان آب دارم، میریزم برای هر لیوان آب 1 قاشق غذاخوری نمک اضافه میکنم. و نمک رو مخلوطش میکنم. من از آب شیر استفاده کردم، آب جوشیده و اینام نیستش، همین آب معمولی. حالا باید مواد خیارشور رو توی شیشه بچینیم. از سبزیه که استفاده میکنم ته ظرفم قرار میدم، شیوید، مرزه و ترخون، هر کدوم که دوست داشتین، یه دور ته ظرفم قرار میدم. 1-2 حبه سیر میندازم ته ظرفم و یه دونه فلفل تند. حالا باید خیارها رو بریزیم. خیارها رو سعی کنید سایز کوچیک انتخاب کنین که خیارشور بهتری داشته باشیم و اینا رو کنار هم کیپ تا کیپ میچینیم. خیارشور خونگی هم خیلی خوشمزه تره، هم دیگه خیلی هم مقرون به صرف است. شما با 1-2 کیلو خیار میتونین چند تا شیشه خیارشور داشته باشین. من از چند تا نخود استفاده میکنم، میندازیم ته ظرفمون، باعث میشه خیارشورمون تردتر بشه. دوباره روش سبزی میذارم، اگه دوست داشته باشین فلفل، و اگه سیر بیشتری دوست دارین میتونین بازم سیر بریزین. همه این مواد رو قشنگ تو شیشه تمیز میچینیم. تو این مرحله 2-3 قطره آب لیمو ترش اضافه میکنم و نوک قاشق چایخوری شکر. این لیمو ترش و شکر طعم خیارشورای بازاری رو به ما میده که یه طعم حالت ترش و ملس داره. توی مرحله دیگه باید سرکه و آب نمکمون رو اضافه کنیم. 1/3 شیشم رو با سرکه پر میکنم. ببینید 1/3 شیشه رو من با سرکه پر کردم. حالا نوبت اضافه کردن آب نمک. خیارشورا رو من تو شیشه ریختم، آماده کردم. اون شیشه ای رو که به روش عادی قرار درست بشه یک کیسه گذاشتم و درش رو محکم کردم. 1 هفته تو محیط میذارم بمونه و بعد از 1 هفته میذارمش تو یخچال. حالا این شیشه ای رو که میخوام به روش فوری درست کنم حتما باید درش
فلزی باشه. میریم که مراحلش رو ببینیم. باید توی آب جوش این رو بجوشونیم. حتما سر شیشه کمی خالی باشه، با آب کامل پر نکنین چون موقع جوشیدن حباب میکنه و جا داشته باشه برای جوشیدن. این روش یه قابلمه بزرگ برمیداریم، آب میریزیم و شیشه رو همون ابتدا که آب سرده داخل قابلمه میذاریم تا موقعی که به جوش بیاد و زیرش رو کم میکنیم، نیم ساعت بجوشه تا خیارشور ما آماده بشه. ببینید نصف تا دو سوم شیشه باید داخل آب باشه. حتما شیشه رو از همون ابتدا داخل آب قرار بدین. اگر یه دفعه بعد از اینکه آب به جوش اومد شیشه رو قرار بدین، شیشه میشکنه. حتما این نکته رو رعایت کنین. بعد اینکه آب به جوش اومد باید زیرش رو کم کنیم. اگه دقت کنین توی شیشه هم حباباش داره میجوشه و رنگ خیارامون هم دیگه داره عوض میشه. بعد نیم ساعت خاموش میکنیم و اجازه میدیم شیشه تو همون آب سرد بشه. بعد اینکه سرد شد میذاریمش داخل یخچال. به همین راحتی و به همین خوشمزگی میتونین یه خیارشور خونگی داشته باشین. دوستان من این خیارشوری رو که جوشونده بودم و چند ساعتی بعد اینکه خنک شد تو یخچال گذاشتم، حالا میخوام بازش کنم، تست کنم ببینم چه جوری شده. اینم از خیارشورمون ترد که هست، مزش هم بچشیم. مزش هم خیلی خوب شده، مثل خیارشورایی که بیرون میخریم، ترد و خوشمزه. ببینید بافتش هم چقدر خوبه. خیلی خوشمزه شده. شما هم درست کنید لذتش رو ببرید.